از ادب و احترام دارم به شما میانان عزیز ارجمندم. داریم میرسیم به 109 روز از جنبش بزرگ انقلابی مردم ایران. گوش میکردم و نگاه میکردم به ویدیوهایی که از ایران رسید، از محلات مختلف تهران، محلات مختلف و محلاتی که اخیرا پیوستن به جنبش های شبانه، و این رقص آوای مردم، مردم که اسلحه نداره، حکومت اسلحه داره شلیک میکنه، مردم صداشون رو شبانگاه وقتی هوا تاریک میشه به آسمان شلیک میکنن، صدای خشمشون رو در تاریخ اسلام قطعا و حتما شخصیتی نداریم که این همه لعن و نفرین شده باشه. نداریم در تاریخ اسلام شخصیتی نداریم که هم از طریق از طرف اهل سنت هم از طرف شیعیان این همه مورد نفرت قرار گرفته باشه، لعنش کرده باشن، نفرینش کرده باشن. خواهش میکنم به ویدیوهایی که از ایران میرسه، ویدیوهای شبانگاه، گوش کنید، متوجه میشید در ایران چه خبره. نفرت و انزجار مردم رو گرفته. ایران تبدیل شده بمب ساعتی، به یک بمب ساعتی. با چی هستیم؟ با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز، استاد علوم ارتباطات بین الملل در گلاسکو. اجازه که سلام کنم به ایشون. دکتر تقی‌زاده خیلی خیلی خوش آمدید. آقای میبودی درود به شما، سلام به بینندگان برنامه و خوشحالم که با شما هستم. امیدوارم در دقایق پیش رو بتونیم گفتگوی داشته باشیم که خیلی باعث کسالت خاطر بیننده های برنامه نشه. آقای دکتر تقی‌زاده، با یک شخصیت پارلمانی اروپایی صحبت میکردم، من و دو سه تن از دوستانم، متوجه شدم که تمام اونها منتظرن که نهادی در بیرون شکل بگیره، چون معتقدن بسیار خوب ما سیاست همون رو تغییر دادیم، اروپا در حال متحول کردن استراتژی خودش، آمریکایی هم همینطور، ولی اون نهادی که ما بتونیم بهش حرف بزنیم کدامه؟ اون نهادی که بهش صحبت کرد، چتری که نیروهای مختلف ایرانی زیرش گرد آمده باشن، مناسبات به اصطلاح ارگانیک و دموکراتیک با هم داشته باشن، اون کجاست؟ و به نظرم سوال خیلی مهمیه. بفرمایید. آقای میبودی، من همه جناح‌های درگیر رو متهم میکنم به اینکه به اندازه کافی در راهی که باید قدم برمیداشتن بر نداشتن. شما از اروپایی ها صحبت میکنید، این بهانه اونهاست، چون ما طرف صحبت معتبری در مقابلمون نداریم، نمیدونیم با کیا صحبت بکنیم. ولی بدون داشتن طرف معتبر هم میشه علیه حکومت تهران، این دیکتاتورهای خوناشام خشن، فشارهای بیشتری رو وارد کرد. ما میبینیم که در پارلمان هلند مثلا تصمیم گرفته میشه که سپاه پاسداران رو در ردیف گروه‌های تروریستی بگذارن. خب این قدم خوبیه، ولی همزمان میبینیم کشورهای بزرگ اروپایی به دنبال احیای توافق اتمی هستند. میبینیم آمریکایی‌ها از زبان رئیس جمهورشون شنیده میشه که توافق اتمی مرده، ولی باز ایشون در ادامه صحبتش میگه که قادر به اعتراف رسمی این موضوع نیست. چرا؟ چون همچنان از قول ایشان و مسئول او که در وزارت خارجه امور ایران رو اداره میکنه، رابرت مالی، هنوز دیپلماسی یعنی مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی در رأس برنامه هاشون. این یک بخشه که دنیای خارجی که مدعی است ما طرف گفتگو نداریم، ما نمیدونیم که اینترلاکتور اثرگذارمون کی هست، مانع از این نمیشه که فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی نیارن. این نوعی کلاه شرعی گذاشتن به کمکاری هاشونه، در حالی که وقتی کارت به استخونشون میرسه در مسئله اوکراین خیلی فعال میشن، میلیاردها کمک مالی میکنن، سلاح زرادخانه های خودشون رو نیمه خالی میکنن، و هر روز در خبرها ما جنگ اوکراین رو شاهدیم که خبر اوله، کوتاه نمیان. ولی در مورد ایران زمانی آماده میشن که این موضوع رو منعکس کنن که خبر دیگه خیلی بزرگ شده، و به محض اینکه فرصتی پیدا میکنن
فتیله حتی خبررسانی رو هم پایین میکشن. من اونها رو متهم میکنم. اپوزیسیون یا مدعیان اپوزیسیون از هر قبیله ای، از هر گروهی، مشروطه خواه پادشاهی، طرفداران حکومت سکولار دموکراسی بدون تعیین نوع یا فرم حکومت، کسانی که خودشون رو اصلاح طلب معرفی میکنن و فکر میکنن این حکومت باید اصلاح بشه، کسانی که جمهوری خواه هستن، کسانی که چپ هستن، کسانی که همجنسگرا هستن، کدوم یکی از اینها، یکی این که کدوم یکی از اینها اعتبار کافی دارن به تنهایی که بقیه جناح‌های سیاسی یا مدعیانشون کنار اونها قبول قرار بگیرن و اونها رو به عنوان هماهنگ کننده بپذیرن؟ و چطور انتظار دارن که مجموعه‌ای که کنار یکی از این گروه‌ها شکل می‌گیره در افکار عمومی داخل کشور اثرگذار باشه؟ و وقتی این اثر رو نداره چطور باید قبول کرد که کشورهای خارجی اونها رو به عنوان اپوزیسیون یا آلترناتیو جمهوری اسلامی بپذیرن؟ بنابراین این شق هم باز منتفی است و این اتهام به همه عوامل اپوزیسیون وارده، چون گرد یک شخصیت یا یک طرز فکر یا یک سازمان قرار نگرفتن، هر کدوم به دنبال تأمین خواسته های خودشون هستن و از این آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. و البته یک عنصر هم وجود داره، این رو من مستقیم میگم، چوب فراوانی هم خوردم، انتقاد هم متوجه هم شده، ولی این انتقاد رو من به شاهزاده رضا پهلوی هم وارد میبینم. انتظار ندارم با توجه به میزان اقبالی که مردم از پادشاهی مشروطه کردن و میکنن، به علت جبر تاریخ که مردم حالا در کار فروپاشاندن جمهوری اسلامی هستند و تنها خواسته تجربه شده شون برگشتن به وضعیتی بود که پیش از آمدن حکومت مذهبی سختگیر به ایران وجود داشت، یعنی مردم واقعا زندگی میکردن. ممکن است که کمونیست آزادی داشتن حزب نداشت، ولی تمام توده‌ای هایی که راه میرفتن، از وزیر تا وکیل تا سناتور یا هرچی، شغل داشتن و این حاشیه امنیت به اونها میداد. تمام کتاب های مارکسیستی انتشار پیدا میکرد، دانشگاه دیگه تبزده افکار چپ به اون صورت نبود. ملی مذهبی ها که بیشتر این آزادی رو داشتن، مذهب که این حاشیه امنیت رو بیشتر داشت، همه چیز داشتن جز درک درست از دارایی هایی که دارن. خب این وضعیت پیش آمد و مردم حالا به عنوان جبران گناه میخوان به اون گذشته برگردن. طبیعی است که پادشاهی مشروطه نهادی است که مردم طلب میکنن و این مسئولیت های شاهزاده رضا پهلوی رو زیادتر میکنه. این موضوع رو بقیه جماعت اپوزیسیون هم میفهمن، میبینن و چون نمیخوان زیر چتر دیگری برن، چنان که پیش از انقلاب هم زیر چتر وضع موجود اون موقع نبودن و علیه اون ماجرا بودن، حالا هم همچنان این کینه شتری رو در دل نگه داشتن و هنوز همون تقابل رو با نهاد پادشاهی دارن، با وجود تمام مزایایی که این ساختار و این دولت و این حکومت برای مردم داشت، نه مردم ایران تنها، برای منطقه داشت. این منطقه ای از وجود ایران باثبات بهره می بود. حالا با این آگاهی ابتدایی من مسئولیت شاهزاده رضا پهلوی رو مثل میلیون ها ایرانی دیگه بالاتر از اون می بینم که بتونم این رو در کنار فعالیت های ایشون قرار بدم. حق با شماست، این جماعت الان در داخل ایران معترضین منتظر شکل گرفتن یک نهادن، منتظر دیدن یک حرکتی به عنوان رهبری است، یک ساختاری است که میتونه نقش جایگزین ایفا بکنه در مقابل جمهوری اسلامی. ایران کشور مهمی، اینو به دفعات با توضیح جزئیات در همین برنامه من و شما با هم دیگه مطرح داشتیم که قدرت سیاسی در ایران نمیتونه روی زمین بیفته. شاید یکی از دلایل تعلل کشورهای خارجی برای
بستن شمشیر علیه جمهوری اسلامی از رو همین ندیدن نظام جانشینه. البته اونها هم باز مقصر هستن برای اینکه کمک چندانی برای شکل گرفتن به این نظام نکردن، واقعا نکردن. ما آمریکا رو به عنوان قدرتمندترین نیروی نظامی در دنیا میبینیم، مسئولیتاش و البته وظیفهش در منطقه از هر کشور دیگری بالاتره، ولی میبینیم وزیر خارجه دولت قبلیش میره به آلبانی یا پیغام میفرسته و یا خانم مریم خانم لچکدار رو به عنوان رئیس جمهور منتخب شورای فلان معرفی میکنه. معاون رئیس جمهور آقای مارک پنس که حالا دایه رئیس جمهوری هم به سرش زده و نامزد رئیس جمهوری شده رسما، او هم به همین شکل سرسپردگی گردن میگذاره، میره به آلبانی و کنار این مریم خانوم میسته، در حالی که هر دوی اونها به اطلاعات محرمانه CIA دسترسی داشتن و میدونن که این گروه مجاهدین کمترین پایگاه قدرت سیاسی در داخل کشور رو ندارن. مردم ایران نمیخوان از چاله به چاه بیفتن، ولی به جای دیدن واقعیت ها میرن به دنبال عواملی از این دست. خب این به بیراه رفتنه. دولت بایدن خب به عنوان یک دولت دموکرات که همیشه مخل امنیت داخلی ایران بوده و هنوز هم هست، از اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی خودداری میکنه. اینها هم متهم هستند و مشکلات مردم ایران رو زیادتر میکنن. یعنی اعتراضات ایران به اندازه کافی از خارج هنوز پشتیبانی نگرفته و دیر یا زود طبیعت این اعتراض ها عوض خواهد شد، شکل متفاوتی به خودش خواهد گرفت. این باعث نمیشه که جمهوری اسلامی برقرار بمونه. این رو هم باز سیستم های اطلاعاتی کشورهای بزرگ آگاهن بهش، میدونن که این جمهوری، این حکومت با این وضع قابل نگهداری نیست، ولی هنوز کلید نزدن روند عبور از این حکومت رو. البته به دلایلی که برای اونها مطرح، بخشش اینجا مطرح کردیم، نبودن یک نظام جانشین قابل تایید در داخل کشور، صاحب نفوذ برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و داشتن چهره‌ای که برای دنیای خارج هم قابل قبول باشه. باز من برمیگردم به مسئولیت‌هایی که به نسبت پایگاه قدرتش متوجه شاهزاده رضا پهلوی است. من در جای دیگری گفتم که ایشون از این 18 نفری که نمایندگان بازمانده دوران شکوهمند پادشاهی ایران پیش از فتنه 57 هستیم، چرا ایشون که به دنبال هر قواره نتراشیده ای از اپوزیسیون در داخل و خارج تا به حال رفتن و در این مورد در هر حال قدم هایی برداشتن و همیشه پشت دستی به ایشون زده شده با نهایت بی احترامی، امثال این آدمک مثل آقای تبرزدی و غیره، چرا حالا یک بار این رو آزمایش نمی کنن که به سمت بازمانده های رهبری و مدیریت پیش از انقلاب برن؟ به کسایی مثل هوشنگ نهاوندی، رئیس دانشگاه بوده، رئیس دو دانشگاه بوده، وزیر علوم بوده، وزیر شهرسازی بوده، نامزد نخست وزیری بوده، حزب سیاسی داشته، و یا پرویز مینا که در نهایت سلامت با اشراف کامل به مسائل نفت ایران که شاهرگ اقتصادی کشوره، و از این دست لااقل 18 نفر هستن. بعضی ها مثل آقای آموزگار وزیر اطلاعات دولت آقای بختیار، خب جونشون از دست دادن، همزمان یکی از شخصیت‌های دیگه هم مرد. اینها دیگه وقت زیادی برای خرج کردن آبروی سیاسیشون ندارن و آماده هستن، این رو من با اشراف میگم، آماده هستن در صورت دعوت شدن هر چه ازشون برمیاد در طبق اخلاص بگذارن و گفتگو کنن، راهگشایی کنن یا حداقل مشورت بدن. من نمیدونم آیا فقط دلیل سنشونه، آیا بستگی و تجربه کاریشون با دوران پدر شاهزاده رضا پهلوی است، یا باور قوی ایشون این است که همین جعلقایی که از جمهوری اسلامی دوره با
حکومت آخوندها پرورش پیدا کردن و به هر عنوانی روزنامه نویس یا غیر روزنامه نویس یا فعال آمدن به خارج و یک جمعیت کوچکی رو از اونها درست کردن، این واقعا کافیه که از این کار هنوز دست نکشیدن. ایشون دیدم چند روز پیش صحبت از ققنوس کردن. ققنوس خب یک واحد تعطیل شده است. آقای کنگرلو و آقای برادر آقای کنگرلو که ظاهرا این مؤسسه رو ثبت رسمی هم دادن، خودشون به دنبال یک تلاش و فعالیت دیگری هستن، ولی همه این تجربه های شکست خورده رو ایشون دوباره تلاش میکنه برای زنده کردن، ولی به دنبال ارتباط درست با بعضی از شهرهای مانده که میتونن کمک بکنن، من از ایشون حداقل ندیدم. خب چرا این تجربه تازه رو ایشون به دنبالش نیست؟ چقدر از ایشون وقت خواهد گرفت؟ درسته تجربه های قبلی شکست خورده، من میتونم بیشتر از انگشتان یک دست تجربه های شاهزاده رضا پهلوی رو برای سامان دادن یا شکل دادن به نوعی از اپوزیسیون طرفدار مشروطه اسم ببرم و غیر مشروطه اصلا، غیر مرتبط با ساختار ظاهری حکومت ایران پیش از تصمیم نهایی مردم ایران، ولی چرا این وسیله دیگر رو مورد آزمایش قرار نمیدن؟ خب این غرور که نمیتونه باشه، برای اینکه میدونم ایشون با همه این مدعیان اپوزیسیون تماس گرفتن. فعالیت‌های خبری و مداخلات فردی ایشون هم باز در حد و اندازه بقیه فعالان سیاسی به اصطلاح نسل نو نیست. ما میبینیم خانم بنیادی میره به سازمان ملل با نماینده آمریکا صحبت میکنه، در جلسه شورای امنیت بیانیه داده میشه و او حضور داره، ادعانامه ای رو میخونه علیه حکومت جمهوری اسلامی که همه به جاست و همه قابل تحسینه. یا میبینیم که خانم علیزاده میره در پاریس با سه بانوی ایرانی دیگه با رئیس جمهور فرانسه ملاقات میکنه، این باز جای تقدیر داره. هر روز از ایشون ما یک ترقه خبری میبینیم، ولی در کنار شاهزاده رضا پهلوی یا تکرار حرفای گذشته است و یا محدود بودن به اونچه که تا به حال شده و مطرح نکردن یک حرف تازه. و مردم هم تدریجا وقتی که سکوت نسبی رو از اون سمت میبینن میبرن. شاهزاده اینجاست، الانه که باید در جای درست تاریخ قرار بگیره. منتظر چه واقعی دیگری ایشون هست؟ همه این چیزهایی که به عنوان اپوزیسیون ما روی صحنه میشناسیم و میبینیم ایشون آزموده، به جایی هم نرسیده و به جایی هم نخواهد رسید. و همونطور که گفتم هیچ کدام از این جناح‌ها و افراد داخل در اپوزیسیون خارج از کشور، داخل کشور که فاتحش خونده است، هیچ کدام نمیتونن مدعی باشن و نم امکان این کار رو دارن، به محض اینکه از دایره محدود نظرکرده‌های زندانی مورد حمایت غیر مستقیم حکومت بگذاریم که 10-12 نفر هستن، هیچ کس دیگری نه این ادعا رو داشته و نه اون رو مطرح کرده، نه میتونه داشته باشه. خارج از کشورم این گروه ها کدامشون واقعا قادر هستن، حالا یا به عنوان فردی یا به عنوان نماینده یک گروه، که بتونن در افکار عمومی مردم اثر بگذارن، بتونن اعتبار یک آلترنتیو رو به کشورهای خارجی اثبات بکنن و بتونن ارتباطی باشن بین خودشون و مردم داخل ایران و کسانی که علیه حکومت این خیزش رو در حال ادامه دادن هستن. ما به هر حال تو ایرانی آخرین تجربه از این دست در ایران مربوط به خمینی بوده و باید لاغر از الگوی خودمون یک درسایی بگیریم. حالا ما به ونزوئلا نمیریم، به آقای بایدو نمیپیوندیم که اون سازمان داره، حزب و تشکیلات داره و کسی که حزب و تشکیلات داره کنار او هست و این فعالیت رو حال ادامه میده، اگرچه اونم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده کارش. هرچند که انتخابات در ونزوئلا با وجود همه دستکاری هایی که حکومت ونزوئلا علیه اونا مادورو انجام داده، آقای گوایدو همچنان یک حاشیه امنیت داره و بخت حضور در انتخابات داره و اگر انتخابات رو ببره، حالا رئیس جمهوری و انتخابات پارلمانی، میتونه به قدرت نزدیک تر باشه. اگر فراموش نکنم 47 یا 47 48 کشور دنیا
او رو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختن. این وضعیت در مورد ایران وجود خارجی نداره. بنابراین فاتح ایران رو در داخل کشور و شکل گرفتن یک نظام جانشین باید خوند و متوجه خارج بود و خارج این امکان وجود داره. اولا ایرانی‌های خارج از کشور کم نیستن. کدام کشور خارجی است که تونسته در جهت حمایت از مردم داخلی خودش اتباع خارجیش خارج نشینش بتونن تظاهراتی به اندازه تظاهراتی که ایرانیان خارج از ایران علیه جمهوری اسلامی را انداختن به راه بندازه؟ موج تحولات هنری در نقاشی، در موزیک، در رقص، همه اینها ثمره حضور این جماعت ایرانی خارج نشینه. صدها هزار نفر در شهرهای بزرگ دنیا پیام رسان فاجعه داخل ایران و کشتار جمعی جمهوری اسلامی علیه مردم به افکار عمومی داخلی کشور خودشون بودن. این مردم بودن، ایرانیان خارج از کشور، که باعث شدن مسئله ایران خبرساز بشه در نه تنها رسانه ها، در افکار عمومی، در رسانه ها، و بعد تاثیر بگذاره روی سیاست خارجی کشورها. و این بضاعت اندکی نیست. خب اینها قدرت دارن، بنابراین میتونن حداقل گام موثری در این راه بردارن که یک اپوزیسیون با ساختار منظم، غیر آلوده، غیر قابل خرید شکل بگیره و تدریجا حتی اگر در گام اول هم با یک انفجار خبری مطرح نمیشه، گام به گام برای خودش جا باز بکنه. و همونطور که گفتم، من هیچ کس دیگر رو نمیبینم. اگر شما میبینید 4 تا اسم ببرید همینجا الان با هم دیگه صحبت بکنید، یا سازمانی و ساختاری یا فردی، که قابل مقایسه با شاهزاده رضا پهلوی باشن یا تا فاصله شون به ایشون نزدیک باشه از نظر شناخت داخلی در کشور ایران و از نظر آشنایی مردم با او و از نظر اقبال افکار عمومی داخل و بیشتر خارج از کشور از او. کی رو میتونید پیدا بکنید؟ کدوم یکی از این احزابی که هر روز در رسانه های به اصطلاح فرنگی ها مینستریم یا جریان اصلی مطرح میشن به عنوان دبیر حزب، نماینده حزب، نمیدونم رنگین کمان پرچم و هرچی، فمینیزم، هرچی، با کدوم اینها قابل مقایسه ایشون هستن؟ و حتی بعضی وقتا حتی میشنوم که مثلا فلان روزنامه یا فلان سایت شناخته شده البته درخواست مصاحبه هم میدن، خیلی با استقبال روبرو نمیشن. من نمیدونم این در خط حاشیه آدم خودش رو قرار بده چقدر میتونه ادامه این ارتباط با مردم رو حفظ بکنه، حالا قدرت دادن بهش که پیشکش. بنابراین من شاهزاده رو هم متاسفانه ناگزیرم متهم بکنم که به اندازه انتظاراتی که مردم از ایشون دارن، ایشون در این زمینه فعال نبودن و خیلی هم من کار سختی نمیبینم. شما یادتون هست آقای میبودی در اون بحبوحه انقلاب یک نواری پخش شد که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی نوار گفتگوی تلفنیش با علی امینی پخش شد که پادشاه ایران پیشگام این مکالمه تاریخی میشه، به علی امینی زنگ میزنه، علی امینی آدم پیرمردی است، در حاشیه نشسته و غیره، ولی ایشون به عنوان مشورت خواهی با نخست وزیر سابق خودش صحبت میکنه و از اون مشورت میخواد و میگه با این جماعتی که تو خیابون هستن چه کار میشه کرد. پادشاهی که خودش همه یافت و خیزهای 37 ساله رو به یاد داره و پادشاهی است که حالا حکومتش زیر فشارهای بین المللی و داخلی است و برای پیدا کردن یک منفذ، راهی برای عبور از بحران، به علی امینی متوسل میشه. من از شاهزاده رضا پهلوی پرسیدم کی بود آخرین باری که شخص ایشون، میدونم شهبانو با پرویز مینا نمایشگاه نقاشی هم رفتن و این قضیه رو من کاملا باهاش آشنا هستم برای اینکه حداقل دختر من هم با ایشون بوده، ولی شاهزاده رضا پهلوی کی با پرویز مینا صحبت کردن؟ میدونم یک کدورت‌هایی وجود داره از گذشته و امروز، با اردشیر زاهدی هم بوده، من منتقد اردشیر زاهدی هستم، ولی کی بوده که شاهزاده رضا پهلوی از اردشیر زاهدی مثلا مشورت خواهی بکنه؟ آخرین بار کی بوده شاهزاده رضا پهلوی با یکی از همدم‌های نزدیک پادشاه ایران که در
حضور او بوده در آخرین دقایق حیات او کنار او قرار داشته، هوشنگ نهاوندی با او تماس بگیره. اینها آقای میبودی مونده هاشون محدودن، مونده هاشون محدودن. مردم به جایی رسیدن، این رو باید من اینجا اعتراف بکنم، که اونهایی که سعی میکنن من رو هم قاطی این بازی بکنن یا امیر طاهری رو قاطی این بازی بکنن، به اونها توضیح بدن. حتی به من هم اونها دیگه معدودی، حالا شاید به اندازه شماره انگشتان دست باشه، ولی به این هم قانعن. ولی من میدونم که بدون حضور فعال شاهزاده رضا پهلوی، بدون حداقل پشتیبانی مستقیم او، شکل گرفتن لااقل گروهی که مشروطه خواه هستند و این مشروطه خواهی یک خواسته دموکراتیکه و نفی نمیکنه هیچ طرز فکر دیگری رو، پیش از اینکه رأی نهایی مردم ایران داده بشه و آماده سازش است با همه نمایندگان طرز فکرهای متفاوت، من جمله چپا، من جمله جمهوری خواهان. مردم به اینجا رسیدن که حتی به آدمهایی با تجربه کمتر یا با بضاعت محدودتر، من بضاعتهای خودمه که لااقل میشناسم، که با بضاعتهای کمتر هم قانع هستم. من آخرین همکاریم با شاهزاده که دو ماه نمیدونم سه ماه چقدر طول کشید، 10 سال پیش یا بیشتر بوده. از من حتی اگر ایشون مکدر هست، کی بوده که حتی غیر مستقیم تلاش بکنه، نمیخوام دلجویی، ولی مشورت بگیره ایشون. حداقل سن من که از ایشون زیادتره، که من روزهای انقلاب رو توی ایران زندگی کردم، تجربه های انقلاب رو شاهد بودم و 40 ساله که خارج از ایران، حالا 30 خورده ای ساله که مسائل ایران رو از نزدیک زیر ذره بین دارم و 4 تا کتاب بیشتر خوندم، 4 تا آدم بیشتر دیدم. نظیر من باز هم شاید نمیدونم 8 نفر 20 نفر 40 نفر باشن، باید پیداشون کرد. وقتی شما میرید به دنبال 80,000 ایرانی مقیم خارج به عنوان دانشمند، یعنی یک تیر در تاریکی میخواید بندازید و شکاری بکنید که اصلا عملی نیست، چطور به دنبال این آدمای محدودی که همه میشناسنشون نمیرید؟ چرا از اونا کمک نمیخواید؟ این نمیدونم چیه، مانع سیاسی است، غرور شخصی است، تجربه است که میل به انجامش وجود نداره، ولی در هر حال من میبینم که حتی بدون کمک این جماعتی که من از چند نفر اونها اسم بردم، حتی به تنهایی هم ایشون به اندازه کافی فعالیت ندارن. متاسفانه طرفداران ایشون ممکن است که فریاد بکنن که نه تو اشتباه میکنی، ایشون در صحنه هستن، ایشون فعالن. بله هستن، فعالن، ولی نه در حد انتظاری که مردم از او دارن. همین همکار نزدیک شما سرکار الیه که منم با ایشون ارادت دارم، ممکن است از منتقدین این گفتار باشم، ولی فارغ از این کسی برنجه یا نرنجه، مسئولیت خودم میدونم که به عنوان بخشی از حقیقت این رو مطرح بکنم و همونطور که مردم رو متهم میکنم به این که مقصر بودن در پیش آمدن این وضع، اپوزیسیون رو متهم میکنم به این که از خود گذشتگی ندارن و اصلا قصدشون جمع شدن زیر یک چتر واحد نیست، ایشان رو هم متهم میکنم به همون شیوه که کشورهای خارجی رو، که چرا قدم اساسی به جلو بر نمیدارن، از چی میترسن؟ اگر شکست خورد چی از شاهزاده رضا پهلوی کم خواهد شد؟ چه چیزی رو از دست میدن؟ یعنی رئیس جمهور بعدی آمریکا از ملاقات با ایشون پرهیز میکنه؟ رئیس جمهور قبلی آمریکا که از ملاقات با ایشون استقبال کرده کی بوده؟ چطور باید خانم علیزاده علی نژاد با رئیس جمهور فرانسه ملاقات بکنه، ولی ما یک ملاقات در سطح بالا بین رهبران کشورها منطقه‌ای غیر منطقه‌ای با ایشون رو شاهد نیستیم، در حالی که همه اونها میدونن پایگاه قدرت او در داخل ایران بیشتر از هر کس دیگری است و این نسبت ها هست و این ارتباطات هست که واقعا وقتی جمع بندی میکنیم، باز به قول فرنگی از ناد عدداب، به نتیجه ای که میخواهیم نمیرسیم. و این چی که شما مطرح کردید آقای میبودی یک واقعیت و این خیانت به اعتراضات مردم خواهد بود، خیانت به حتی بالاتر میره، به خون جوانانی خواهد بود که در طول این 100 و چند روز جون خودشون از دست دادن، کسانی که در خط اعدام این حکومت وحشتناک قرار دارن.
500 نفر جان خودشون از دست دادن. ما میتونیم تا بی‌نهایت شعار بدیم، آواز بکنیم، برقصیم، مو قیچی بکنیم، ولی اینها باعث پایین کشیدن جمهوری اسلامی از اریکه قدرت نمیشه. باید یک ساختار جانشین معتبر، تأثیرگذار بر افکار عمومی داخل کشور و قابل فروش به کشورهای خارجی. وقتی میگم قابل فروش، متوجه هستی چی میگم؟ منظورم بیننده ها هست. قابل عرضه کردن، تحویل گرفتن به اونها باید درست کرد. ولی اینکه بگذارید از این بحث، من بگذارم از بحث اپوزیسیون موجود، با این خلاصه دکانهای کوچک، سوپرمارکتی که تظاهرات اعتراضات ایران نیازمند شکل گرفتن اون هست، در صحنه وجود نداره و بیشترین سرمایه برای ساختن این سوپرمارکت در اختیار شاهزاده است. تشکر میکنم از توضیحاتتون. البته من درکم دست کم از مواضع شاهزاده رضا پهلوی اینه که ایشون تصورشون بلیده و احتمالا درسته این تصور که الان رفتن در پی آلترناتیوی که قدرت آینده رو بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی رو نمایندگی بکنه، شاید تفرقه ایجاد بکنه در ایجاد یک اتحادی برای کمک به مردم ایران و جنبش موجود در ایران. ببینید، مردمانی در یک ساختمان دچار آتش سوزی شدن، باید به مددشون شتاف. حالا شما ایشون شاید، به نظر من اینجوری من استنباط میکنم که فرض رو من این گذاشتن که رفتن دنبال نهاد قدرت یا یک آلترناتیوی که نمایندگی کنه قدرت بعد از فروپاشی رو، ممکنه تفرقه ایجاد بکنه در بین نیروها، فقط یک قشر رو در واقع شامل بشه، بقیه خودشون رو کنار بکشن و کمک به مردم ایران گونی که همه ما انتظار داریم صورت نگیره و این نقض غرض باشه. این رو هم باید دریافت کرد. یعنی در حال حاضر کاری که ما انجام میدیم اینه که نهادی ایجاد بکنیم که بتونه از این جنبش حمایت بکنه، نه اینکه قدرت بعد از فروپاشی رو بخواد نمایندگی بکنه از همین است. و اگر اینطور باشه واقعا قابل درکه. اجازه بدید من حرف شما رو ببرم، با اینکه شما هیچ وقت دو دقیقه وقت دارین بفرمایید، بعد اگه لازم باشه حتی روز دیگه میارمتون با هم صحبت بکنیم. بفرمایید. من میخوام این صحبت رو جمع بکنم، همین که تفرقه ایجاد میشه اگر که ما، اولا شاهزاده زبانی تا اونجا پیش رفتن که گفتن دولت موقت هم تشکیل بدیم، ولی هنوز خبری از این ماجرا نیست. پیش از تشکیل دولت موقت باید اقدامات دیگری صورت بگیره. ساختار مهم نیست که به عنوان پشتیبانی از خیزش مردم باشه یا شکل مدعی قدرت باشه یا دولت موقت باشه. یک قدم منسجم باید برداشته بشه که روی مردم ایران تاثیرگذار باشه، مردمم اون رو تحویل بگیرن. ولی من از شما میپرسم آقای میبودی، بین عدم انسجام و تفرقه چقدر فاصله است؟ الان مردم هیچ صحنه نمیبینن. بنابراین فکر کنید که در نتیجه تفرقه اینها از همدیگه پراکنده شدن و شکل مورد نظر شما که در ابتدای این بحث مطرح کردید و آغاز کننده این گفتگو بودید شکل نگرفته، این واقعیت هنوز دور از دسترس مردم است. بنابراین چه فرقی میکنه که من نگران باشم که اقدامم در این راه ممکنه موجب تفرقه باشه و چون کاری نمیکنم هیچ چیزی پیش نیاد؟ خب هیچ چیزی پیش نیاد با تفرقه چه فرقی میکنه؟ بنابراین در سیاست مثل ورزش باید قمار کرد. قمار کردن منظورم باز همین کارهایی که میگن غیر اسلامی است نیست، ولی باید خطر کرد و من نمیبینم که شاهزاده تا به حال خطر بزرگی کرده باشن. تشکر میکنم. یادتون باشه تو کجا آمدیم؟ قابل بحث اون چی که آقای دکتر تقی‌زاده فرمودن. سپاس از حضور ایشون. همینم تمام این بحثایی که صورت میگیره از سر به هر حال دلسوزی، نگرانی، دغدغه میهن و مملکت و این انقلابی است که جریان پیدا کرده و باید به موفقیت، به پیروزی برسه. نگاه میکردم به عناوین دوره شرم روزنامه های همین امروز، این جامعه ای که خامنه ای ساخته، دلار خیز برداشته به سمت 45,000 تومان. 45,000 تومان فقط یک لحظه فکر کنید مردم این مملکت، طبقه کارگر، معلم، کارمند، اینا چطور دارن زندگی میکنن؟ این چه مملکتی مرد ساخته؟ چه درشت روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه اقتصادی همین امروز، این که یک جامعه در ایران که مردمش رفاه ندارن، یه رفاه رو از مردم سلب کرده این با
حکومت و رهبرش که به نظر منفورترین رهبر شخصیت در تاریخ اسلام، کافیست به شعارهایی که مردم در سراسر این 70-80 میلیون مردم علیه او و علیه حکومت رو میدن. گوش بکنید متوجه میشید که نفرت و انزجاری که ایشون ایجاد کرده در سنی شیعه فرقی نمیکنه، همه ایرانی ها در چه ابعادیست. دکتر تقی‌زاده تشکر میکنم، تا گفتگوی دیگر. وقت شما خوش. خب عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. اجازه بدید که در این قسمت از برنامه بریم به سراغ یک شخصیت صاحب نظر و ارجمند از راه دور. اجازه سلام کنم به ایشون. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. درود بر شما جناب بودی، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. ممنونم. آقای امیر شورتی هم برنامه رو هدایت میکنه، ازش سپاسگزارم. جناب دکتر آقایی، من یه گفتگو داشتم با آقای دکتر رضا تقی‌زاده درباره اون چی که تجربه خودم بود در گفتگو با پارلمانتاریست‌های اروپایی، که اینا میگن که خب این تغییر و تحول الان در اروپا پدید آمده، احزاب سیاستشون نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دادن و این بی‌سابقه است. من دست کم شهادت میدم به عنوان کسی که این مسیر این سیاسی رو تا به اینجا طی کرده، از احزاب فرانسه گرفته، احزاب چپ فرانسه گرفته تا احزاب چپ در خود آلمان، احزاب میانه، دموکرات ها، حتی در بین دموکرات مسیحی ها الان یک تحول عمده پیش آمده. همه دارن نگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی و نسبت به انقلاب موجود دارید هم تغییر میدن و تغییر دادن با صراحت و با صدای بلندم. ولی اینجا به نظر میرسه هنوز ما با شاهد کمکاری هایی هستیم که منجر نشده به شکل پیدا کردن نهادی که بتونه سخنگوی جنبش باشه. ببین من الان داشتم با ایشون صحبت میکردم، خب ایشون معتقد یه آلترناتیو باید تشکیل بشه، بعد بنده معتقدم باید یه گروهی تشکیل بشه که بتونه صدای رسای این جنبش باشه، یا دست کم بتونه بلندگوی این جنبش در بیرون از ایران باشه، بتونه صدای این جنبش رو به جهانیان برسونه. این فعلا کار ماست، چون مردم توی ساختمانن دچار آتش سوزی شده، ما باید بریم کمکشون نجاتشون بدیم. خب این ساختمانی که آتش سوخته، حالا این باید تخریب بشه یا تخریب میشه، خودش دچار فروپاشی میشه، یا ما باید اون رو از بین ببریم، ویران بکنیم، به جاش یک نهاد جدید درست بکنیم. میخوام خدمتتون بگم که اون تشکیل آلترناتیو همش برمیگرده به بعد از فروپاشی جمهوری اسلام. بفرمایید. این نهاد جدید که فرمودید جناب مهبودی اصل کاره و برگردوندن ورق تاریخ. آخه ورقای تاریخ سنگینه، چه سبکی نیست، یه ورق کاغذ نیست برگردونه. یه انقلابی داره شکل میگیره، ما شاهد یه خیزش انقلابی هستیم. انقلاب کار یکی دو روز نیست. روز انقلاب کار یکی دو روز بوده. انقلاب اسلامی یه سال طول کشید، انقلاب کبیر شوروی از یه انقلاب مارس داشت، بعد انقلاب نوامبر داشت. طول میکشه برای اینی که قاطبه جامعه وارد جنبش انقلابی بشه. آماده کردن نهاد جانشینی یه نظام هم کار آسونی نیست، ابعاد مختلفی داره. یه بعد شبت بود سیاست بین المللیه، همطور شما اشاره فرمودید واقعا خوب پیش آمده، اصلا نظیر نداره توی این چرا اندی سال که من دارم رصد میکنم پشتیبانی بین المللی از حرکات مردمی علیه دیکتاتوریا، همچی چیزی واقعا ندیدیم که تمام مجلس فرانسه به پا برخیزند و کف بزنند، یا این نطقای آتشین در بوندستاگ آلمان، چیزای نظیر این واقعا ندیدیم. بخشیش هم مربوط به شرایطی که دنیا درش قرار گرفته. ببینید دنیا با دنیای جنگ سرد خیلی فرق کرد. بعد از جنگ سرد فکر میکرد که خب ما بردیم، بنابراین حالا باید چیزای چند فرهنگی، چند ارزشی،
باز بکنیم خودمون، از ارزش های ما در این هست که باز باشیم، از باز بکنیم از هر فرهنگی. از فوریه همین سال 2022 به این طرف واقعا متوجه شدن که ارزش هایی هستن که برای ارزش های اونا مهلکن. خب یکیش همین روسیه، یکیش جمهوری اسلامی، و واقعا این محور مسکو تهران تعیین کننده است در رقابت کلان قرن 21 برای جهان، که شاید مرکزش هم آمریکا و چین باشه این دو قطب. خب اینا هم کمک کرده، ولی از همه مهمتر این جنبش، این جوان ها فداکاری که دارن میکنن بالکل ذهنیت جهان رو راجع به ایران عوض کرده. شما ببینید خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد بود، میره چرخه سرش میکنه میره ایران، برمیگرده میگن چرا؟ میگه برای احترام به اون فرهنگ. حالا داره میفهمه که اینا قاتل های اون فرهنگ هستن که مجبورش کردن این کار رو بکنه. خب نظر جهان عوض شد. خب در بخش سیاست خارجی این خوب پیش رفته، ولی این تنها بخش نیست. ببینید برای ساختن اون نهاد جانشین که شما اشاره فرمودید، خب باید بتونه آرامش رو برقرار کنه. تکیه مهم برای ایجاد نظم بعد از فروپاشی این جمهوری اسلامی ارتش، یعنی رابطه کافی با ارتش و اینی که ارتش جای حرکتی پیدا بکنه، فرجه پیدا بکنه برای که از دست این فرمانده های فاسدی که نظام توی سپاه جاهای دیگه آورده و آزاد بشه، این یه قدری کار داره. الان شما اگه برین جلو حشمتی عکس بردارین، از جلو زندان اوی شلوختره ولت بازداشتی های ارتش، فداکاری هایی که اینا دارن میکنن، و نبایدم خیلی فشار آورد و زود هنگام یه چیزی ازشون خواست، ممکنه باعث متلاشی شدنش بشه. یک روز عمل میکنه، ما اون یک روز باید کار رو تموم بکنه. این ارتش بعد نیرویی که نشون بده، و واقعا جوان ها چشم به این نیرو دارن که میتونه کشور رو بازسازی بکنه. مهارت های عجیبی ایرانی ها دارن، این شرکت هایی که توی همین کالیفرنیا شما درست کردن، این اسامی که دنیا الان اینا میشناسه، خب الان بعد از مدت ها کار توی بیزنس فقط خودشون، واقعا به فکر ایران هستن. اینا دارن جمع میشن، طرح میدن، خودشون رو نشون بدن، ایده هاشون و اولویت هایی که برای بازسازی ایران دارن. این هم یه بخش مهم دیگه. البته کادر سیاسی هم لازم هست، برای اینکه اینها رو به جنبش های مدنی در داخل کشور، به نهادهای مدنی، به معلم، به کارگر، به دانشگاهیان، به کادر اداری کشور بس کنن، و هستن افرادی که واسط میتونن بشن. شما یه نفر مثل کاوه مدنی رو در نظر بگیرین که هر دو طرف رو به خوبی میشناسه. همه اینها باید ترکیب بشن، فقط یک چهره یا چند تا چهره نیست که منتظر بشه میگه اینا چرا نمیجنبن. خب چند تا چهره اگر بدون عقبه در تمام این امورشون بخوان کاری انجام بدن، میشه یه حبابی که امیدی امروز و فردا میاره، پس فردا این امید از بین میره، باید کاری بتونه انجام بده. همه اینها در شرف تکبینه. من خیلی خوشبین هستم، من به این سال 2023 که به زودی آغاز میشه خیلی خوشبین هستم که همه این فاکتورها دور هم جمع بشه برای نهاد جدیدی که شما فرمودید. هیچ شما رو اینقدر امیدوار ندید بودم آقای دکتر آیی در تمام این سالها. خب از این بابت تبریک میگیم به خود بودم. حتما دکتر آیی به عنوان شخصیت بسیار آگاه، چه فراز و فرودهای جنبش موجود رو چه در درون چه در بیرون کشور میشناسه و با بسیاری از صاحبان قدرت در ارتباطه. آقای دکتر آیی، راجع به همین به اصطلاح انعکاس جنبش در بیرون از ایران و پیروزی های بزرگی که این جنبش در جلب حمایت جامعه جهانی به دست آورده که واقعا هم تو که گفتید بی نظیره، آخرین خبر اینه که، و این خبر مهمیست، میخوام ببینم نظر شما چیه، دولت کانادا بالاخره تصمیم گرفت که پرونده هواپیمای اوکراینی رو به همراه 4 کشور دیگه تحویل دادگاه کیفری بدن و
فکر میکنید پیامدهاش چیه؟ به نظر من خبر مهمی است. خبر رو نازنین داده، نازنین افشین جم از وزارت خارجه کانادا، و گویا تا در ساعات آینده هم قرار خبرش اعلام بشه. بفرمایید. واقعا جمعی از ایرانی‌ها در کانادا بسیار خوب با مهارت عمل کردن. نازنین افشین جم واقعا چهره برجسته هست اونجا. حامد اسماعیلیو واقعا کاری که کرده بی نظیره. علی احساسی که نماینده پارلمان هست و رول بسیار مهمی رو در کمیته خارجی پارلمان کانادا داره بازی میکنه. رضا مریدی که وزیر بود در کانادا. اینها واقعا از برجسته ترین ایرانی هستن در کاری که در کشور خودشون دارن انجام میدن. عواقبش واقعا محکوم کردن جمهوری اسلامی خواهد بود که بلا شک اثر خواهد گذاشت روی اون کمیته حقیقت‌یابی که سازمان ملل به وجود آورده. با وجود اینکه کار اون کمیته فقط برای جریانات بعد از مهسا هست، ولی کل کاراکتر این نظام رو زیر پرسش قرار میده و حتی کمک میکنه به طرحهایی که در اروپا الان در شروع انجامه، مثلا بین 16 تا 18 ماه ژانویه جلساتی در پارلمان اروپا خواهد بود با ریاست ادواری اتحادیه اروپا که به دست سوئد خواهد بود، 11 نماینده ایرانی تبار که در پارلمان سوئد هستند علارغم تمام اختلافاتی که از برای احزاب خودشون دارن، یکی از حزب راست، یکی چپ، یکی از احزاب مختلف هستن، ولی راجع به این مسئله چنان دارن با نزدیکی و صمیمیت با هم دیگه همکاری میکنن برای که سوئد رول مهمی رو بازی بکنه در پارلمان اروپا. توجه اونجا معطوف سپاه خواهد، همون سپاهی که هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرد، همون سپاهی که بزرگترین جنایتکار در صحنه بین‌المللی بدون شک جناب نمی‌دونید، یعنی قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، دختر مردم گرفته تا قاچاق مواد مخدر تا پولشویی، بزرگترین سازمانی که تو تمام این کارا دست داره و شبکه‌های منطقه‌ای محلی مجرمین رو به هم دیگه از مالزی تا ونزوئلا به هم دیگه وصل کرده. فشار آوردن روی این سپاه که پایه این نظام و تنها پناهگاه این نظام برای ماندن بیشتر، دو روز ماندن بیشتر هست، مهمترین کاری که جامعه بین‌المللی باید انجام بده و داره انجام میشه. آقای دکتر، آقای عزیز، برگردیم به همون نهادی که مورد نظر شما بود و برای صحبت کردیم. اشاره کردی که به نظرم اشاره خیلی به جایی بود که تکثر در چنین نهادی خیلی اهمیت داره، با توجه به اینکه ما این همه ستاره در دنیا پیدا کردیم و به نظرم هیچ کدام رو نباید خاشنشین کرد یا هیچ کدام رو ندیده گرفت یا گذاشت پشت در بمونه. از همه این نیروها باید استفاده کرد، چون هیچ اپوزیسیونی من در دنیا، در بین 200 کشور دنیا سراغ ندارم این همه نیرومند، چه در درون کشور چه در بیرون. نداریم همیشه. داریم آقای هایی در میان حکومت‌های موجود در دنیا داریم که نیروی اپوزیسیون در برابر اونها این همه قوی، پهناور و گلوبال و جهانی باشه مثل اپوزیسیون ما؟ واقعا نداریم جناب مهبودی. ما کفایت‌هایی که ایرانی‌ها در خارج از کشور دارن 30 کشور میتونن اداره کنن. شما فقط نگاه کنین این مطالعاتی که در دانشگاه خود بنده، اونجا که بنده بودم، MIT انجام شد، نشون میده که ایرانی ها بالاترین درجه متوسط تحصیلات، بالاترین درجه متوسط درآمد رو از میان تمام کشورهایی که با آمریکا مهاجرت کردن دارن. همه شد، از اسکاتلندی، سوئدی، آلمانیایی که مهاجرت کردن با آلمان به آمریکا، از همه بیشتر. و خلاقیت این ایرانی ها در همین کالیفرنیای شما، یعنی این کارآفرینا، این نوآوران، واقعا کاری که کردن تو این شرکت هاشون شگفت آوره. بنابراین همه این استر. حالا وقتش رسیده
این استعدادها بیشتر توجه خودشون رو معطوف ایران بکنن و این فداکاری این جوانها، شجاعتشون در داخل کشور در این خیزش انقلابی باعث شده که واقعا اینها با دلگرمی بیشتری، شوق بیشتری الان توجهشون رو معطوف ایران و بازسازی ایران بکنن. خود اینها امید بسیار بزرگی رو ایجاد خواهند کرد. جامعه بین‌المللی هم وقتی ببینه یه همچین استعدادهایی دارن جمع میشن برای بازسازی ایران، اون وقت میبینن که فقط مسئله این نیست که از جمهوری اسلامی و این جنایات بگذرن. خیلی خیلی مهمتر از این حرفات ایرانی خواهد بود که میتونه سرنوشت جهان دخیل است. دو تا یه لحظه صداتون رفت، بگم تلفنتون زد. ها یه تکرار کنید لطفا. تلفنی میاد نه یه لحظه ده. خب میریم از دو جایی اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم، از بازار آگهی عبور کنیم، برگردیم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر شهریار آقی عزیز ممنونم، برمیگردیم. برنامه رو پی میگیریم همیانا با آقای دکتر شهریار آقی عزیز هستیم. تو شایی سودکست کنم یک کمیته حقیقت یاب تعیین میشه از سوی سازمان ملل، سه خانم هستن و که کارشون رو شروع بکنن. بلافاصله اسباب تشکیک شروع میشه، یعنی ایجاد ایجاد تردید کردن، شک پرانی در بین ایرانی ها، ایجاد بدگمانی. و به نظر میسه ارتش سایبری در ایران خیلی در این زمینه فعال. عکسی چاپ میشه در رسانه ها به طور گسترده منتشر میشه از یه خانمی که کنار دست آقای نایاکی ایستاده، تریتا پارسی، و میگم ببینید یکی از اعضای کمیته حقیقتی ها عضو نایاکی. معلوم میشه اون عکس قلابی است و معلوم میشه بر پایه غرض و نیت سو این تبلیغات داره صورت میگیره. نشون میده جمهوری اسلامی واقعا از هر پدیده ای در بیرون از ایران علیه خودش نگرانه و میترس و دچار خول و وحشت. وقتی از زن و بچه دایی میترسه تکلیف روشنه، هواپیمایی رو برمیگردون از وسط راه، ترس داره از همسر و فرزند یک ستاره فوتبال ما که علاقه همه ما از سپاسگزاریم به خاطر مواضع درخشانی که داشته. در بیرون هم تلاش ها برای همین ایجاد شک در مورد خیلی از نیروهایی که امروز خیلی فعال هستند شروع شده. تبلیغات سو همه جا هست، یعنی واقعا وقتی نگران میکنید نگران میشید. و حالا صحبتم از سوالم از شما اینه که آیا ما باید به این نیروهای به اصطلاح خیلی کارساز و متنفذی که داریم، دختر و پسر در سراسر دنیا، به چشم رقیب نگاه کنیم، به چشم دشمن؟ چون پاره از اینها بشه چون دشمن به اینها نگاه میکنن، معتقد اینها عوامل نفوذی هستند، معتقد اینها پرستو هستند و و، یا به چشم همکار و همدل سعی بکنیم نیروی جاذبه ایجاد بکنیم، همه اینها رو جذب بکنیم و اینقدر طرف به صدا سیاست دفع نریم و سعی نکنیم اونا رو دور بکنیم. و متاسفانه این داره شتاب میگیره، این حرکتی که شروع شده و نمیدونم که سرنخ در کجاست. بفرم. دو تا رژیم جناب بهبودی توی این دنیا قوی ترین موتورهای روایت سازی و دروغ پردازی داره. یکی جمهوری اسلامیه که ید طولانی شد 700 سال اینا تمرین داشتن در دروغ سالاری و دروغ پردازی. یکی هم همین FSB زایده کاژبه است از مسکو. اینا هم افزایی هم با هم دیگه دارن، یعنی با هم دیگه کمک هم میکنن و رژیم های اینجوری نمونن برای که میتونن کار مردم را بندازن، زندگی مردم های داره. برای این میمونن که آلترناتیوهای خودشون رو بین ببرن، چیز دیگری جز اونا نباشه. و تکنیک اصلی کارشون هم شک و تردید انداختن میان صفوف دشمنای
که میدونن تعدادشون خیلی بیشتر از طرفداراش در کشور ایران اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب ما میدونیم تعدادشون چقدر بیشتره تا عده قلیلی که ممکن طرفدار جمهوری اسلامی باشه. بنابراین با تقسیم کنه، با شک، با تردید، این کارشه، بسیار عالی انجام میده. مهمترین وظیفه برای نقش براب کردن این موتور روایت سازی اینها شما هست، این جناب بهبودی، رسانه های آزاد است. حقیقت درد درمان روایت سازی این توتالیتر است. بعد حقیقت رو گفت، این کمیته حقیقت یا با چه زحمتی به وجود اومده، اینی که رفتن سازمان ملل آمده انتخاب کرده افرادی رو که از مثلا اپوزیسیون شناخته شده جمهوری اسلامی نیست، دلایل خوبی داره برای اینکه بگن که اینها بی‌طرف هستن، حرفه‌ای هستن و حرفه‌ای هم هستن. حالا رئیسشون که از بنگلادشه، که خودش رو از نوادگان و تبار امام علی علیه السلام میشناسه. بنابراین میگن، ولی خب پروندهش رو نگاه بکنیم، یه آدمی که واقعا سررشته داره، حقوق بین المللی رو خوب میشناسه و این کار هست. اون کاری که باید انجام بدیم، همه ما باید انجام بدیم، جمع‌آوری اسناد و مدارکیه که بر مبنای اونها تصمیم اینها به پرسه میشه و مشغولن. افرادی هستن، ایرانی هایی هستن، باز آتر راجب ایرانی های درخشان داشتیم صحبت میکردیم، ایرانی هایی هستن که مشاور سازمان ملل بودن در گذار چندین کشور از سیستم های اتوریته به دموکراسی، در تدوین مبانی عدالت انتقالی در چنین شرایطی. پیام اخوان در نظر بگیرید، اینایی که اون تریبونال ایران رو درست کردن با همت حمید صابی، شادی سعد، خب نهادهای حقوق بشری وجود دارن که مشغولن، سخت دارن کار میکنن برای اینکه اسناد لازم برای کار اون کمیته رو فراهم بکنن. بنیاد برومند مثالش از هادی قائمی، اینا همه مشغولن و به خوبی پیش میره. اونا باطل میکنه این شکی رو که جمهوری اسلامی ده آخرش برنده نیست، اون موتور روایت سازی دروغ پردازی اینا. من مطمئنم این کار به جای خوبی میرسه. همین چیزی که در کانادا تصویب شد تسهیل میکنه روند ارائه ایران به آی سی سی رو، یعنی دادگاه جرائم بین‌المللی در لاهه، سرانش رو، افرادش رو، بعد انگوش گذاشت روی فرد، هر اطلاعاتی که داریم برای نشون دادن جنایات افرادی که توی جمهوری اسلامی موجب این شدن، هر بازجو، هر قاضی، کسانی که در مقام‌های بالاتر تصمیماتشون منجر به این جنایات می شده، همه اینها رو دونه دونه با شناسایی کرد. خوشبختانه وارد دنیایی شدیم که نمیتونن فرار کنن. شما دیگه خیلی راحت ترم شده از زمان آلمان ناتسی که تا 90 سالگیشون جرمش رو فراموش نشد و بالاخره بهشون رسیدن. امروز زودتر این کار رو انجام خواهد شد. خوبه که قانون بین المللی خیلی پیشرفت کرده ظرف این 20 سال اخیر و این حربه‌ای که گریزی از آن برای جنایتکاران جمهوری اسلامی نخواهد. ممنونم آقای دکتر. این جنبش در 24 ساعت اخیر چندین پیروزی بزرگی در صحنه جهانی به دست آورد. یکیش این که بریتانیا تحریم کلی کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو، قدم خیلی خیلی مهمی، واقعا مقایسه باید کرد که وزارت خارجه امروز روز بریتانیا رو با دوره آقای سرا، نزدیکترین روابط رو با جمهوری اسلامی داشته، حتی گاه در حد مشاور برای جمهوری اسلامی کارساز بوده. یا همین اتفاقی که در کانادا افتاده، واگذاری پرونده هواپیمای اوکراینی به دیوان
کیفری بین‌المللی، احتمال دیوان کیفری لاهه. و پیروزی دیگه هم که به نظر اونم خیلی های زهمیته، تمرکز ایالات متحده آمریکا، تمرکز جدی ایالات متحده آمریکا روی مناسبات تسلیحاتی مسکو تهران خیلی مهمه، به ویژه در رابطه با جنگ اوکراین. بفرمایید. نه کاملا، جامعه بین المللی که همونطوری که فرمودید واقعا کاری داره انجام میده که من در سابقه این 40 سال واقعا نمیبینم. این درسته. مهم آن چیزیه که باید به ثمر برسونه این انقلاب. در این شرایط جامعه بین المللی آسون تر میتونیم این راه رو طی بکنیم، ولی خیلی مهمه که مراحلش رو بشناسیم و انتظاراتی رو نداشته باشیم که ممکنه ضرر بزنه به روند طبیعی این انقلاب. موفقیت انقلاب در گروه تحول در اذهان افراد تو خیابون و یه مکان فیزیکی نیست. انقلاب وقتی پیروز میشه که قاطبه مردم متوجه بشن، یه دیگه مسئله این نیست که هزینه بدم یا ندم، چه راهی رو انتخاب بکنم. این رفتنیه. این جانور ناقص الخلقه نمیتونه حیاتش ادامه پیدا بکنه وقتی که بدنش، اجتماعش، این جوانایی هستن که دارن در دنیای زندگی میکنن که شما یه ایده هر نقطه دور افتاده ایران دارین و میتونین NFTش رو بفروشین در آلمان، توی فرانسه جنسی بخرین. دنیای امروز اینجوریه. وقت اینو مجسم بکنین با قیافه های مثل آقای خامنه ای، آقای جنتی از قرون وسطا اون بالا نشستن، خب اون سر با این بدن اجتماعی نمیتونه ادامه پیدا بکنه. فداکاری این جوان است که ملتی که معمولا به فکر زندگی خودشون هستن، قاطبه مردم که سیاسی نیستن، بیدارشن، ساعت شماتداری بوده، متوجه این بشن، یواش یواش فکر وقت میکنن، میتونن ببینن که این نظام به هر حال رفتنی، باید به فکر آینده بود. خب توی بدنه این نظام هم شروع میکنه اثر گذاشتن، مثل موریانه میخوره، شواهدش هست، تعداد دستگیری ها، گزارش های در داخل نظام به درجه نارضایتی حتی توی بسیج مثلا 60 و چند درصد رسیده، توی آبان ماه 3 سال پیش 1 درصد بود، 2 درصد بود. خب این به جایی میرسه که اون وقت با خرج کمتری این بنا، بنای قاصب جمهوری اسلامی سقوط میکنه. در امتداد این باید به فکر بازسازی ایران بود. وقتی که ببینید که این استعدادهایی که شما بهشون اشاره فرمودید در خارج کشور هستن، در ارتباط با داخل کشور هستن، همه اینها آماده بازسازی ایران هستن، این تحول بعدی رو در دیدگاه جامعه بین‌المللی به وجود میاره. یعنی یه دفعه میبینن شرکایی دارن، پارتنرهای ایرانی دارن به کل اون منطقه رو میتونن عوض بکنن و از اون راه جهان رو، چون اون منطقه واقعا چهارراه دنیا است. از زمان جاده ابریشم چین هم میدونه که ایران چهارراه اون بلت و رودی است که میخواد بسازه، چه برسه به غرب. یه دفعه میبینن شرکایی دارن و وارد این شرکا وارد مذاکره واقعی و حقیقی و دلاری و قانونی میشن برای بازسازی این کشور، وقتی اون آمادگی رو، اون استعدادا رو ببینن، دیگه گام بعدی برداشته میشه. مردم هم بیدار شدن، نظام هم درونش چنان ترک برداشته که دیگه نمیتونه ادامه بده به حیاتش. باید به اون نقطه برسیم. یه فرایندیه که به صورت طبیعی باید پیش بره. زودتر از پختن این فرایند اگر فشار بیاریم یا انتظار داشته باشیم، ممکنه خودمون رو ناامید بکنیم، ممکنه چشم بدوزیم فقط به خیابان بالا و پایین که میره، روحیه ما بالا و پایین بره. این درست نیست. البته این جنبش وقتی که از بخش سلبی کارش فقط مخالفت با جمهوری اسلامی وارد فاز ایجابی بشه، یعنی خب بعدش چی میاد، دوچار چالش هایی میشه، سوال هایی رو لازم داره که پاسخ بده. برای اون باید یک کادر سیاسی آماده باشه. شاید این کادر سیاسی از درون ائتلاف احزاب و نهادهای موجود و اپوزیشن در نیاد،
از نیروهایی که از این ساختار کنونی آزاد میشن، برای اینکه برای کار رهایی مردم از جمهوری اسلامی و ریختن زیربنای یه نظام آینده، نه برای تعیین نوع حکومت که اون کار مجلس مؤسسان و بعد از این انتخابات آزاده، برای این کار بکنن، اون وقت بتونن اون چالش های وارد شدن به مرحله ایجابی رو تسهیل کنن. این کاریه که الان فکر میکنم بهترین مردان سیاسی ایران باید مشغولش باشن. ممنونم، تشکر میکنم. آخرین پرسش از شما، یه 3-4 دقیقه هنوز وقت داریم. یکی از بهانه های دیگه حمله کردن به رسانه هاییست که بالاخره دولتی داره به اونا کمک میکنه. من بعد از جنگ دوم جهانی تا به امروز هیچ اپوزیسیونی در بیرون از سرزمین های خودش در برون مرز سراغ رو ندارم که بی نیاز باشه از کمک خارجی در ایجاد یک رسانه. خود من در همین رسانه ها کار میکردم، در قاهره بودم، در پاریس بودم حضورت که از کنم، و در آلمان، خب بالاخره در دویچه وله وقتی ما جز پیشاهنگان بودیم در اون زمان، و بالاخره یک رسانه بوده که وابستگی داشته به دولتی که در با 45 زبان مختلف برنامه پخش میکرده، قطعا از منافع خودش هم سعی میکرده دفاع بکنه در هر من میکرده. حالا سوالم از شما اینه که این بهانه جدید این رو چجور میشه آخه توجیه کرد، جز این که باز بگیم هدف همون ایجاد شک و بدگمانی است در بین نیروهای اپوزیسیون و ایجاد اختلاف و شکاف و اگه شد دیوار کشی بین اونها. نظر شما هم در این زمینه میخوام. ممنون میشم ازتون، بفرمایید. خب دلیل حملاتش رو که روشنه، برای اینکه آسیب اصلی رو از راه این رسانه ها میبینن، بهشون داره میخوره، یعنی آگاهی مردم از اون چیزی که داره اتفاق میفته، این کوچه از اون کوچه، این کوچه و اون کوچه از دنیا، این آگاهی بدترین چیز برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آرزو میکنه ایران کره شمالی میشد، انزوای کامل، دورش دیواری کشیده، یه چادر سیاه هم انداخته روی همه چی، همه چیز داره کنترل میکنه. خب معلوم دردش اونجاست، فریادش اونجاست علیه این رسانه ها. ولی پایه منطقی این حملات بعد که دارین نگاه میکنین، با وجودی که اثر موقتی روی این و اون میتونه بذاره، واقعا پوچه. رسانه که کار مخفیانه انجام نمیده، رسانه قدرتش آن چیزیه که مردم میخوان بهش نگاه کنن و قبول میکنن ازش. آن چیزی که نخوان نگاه کنن، خب نگاه نمیکنن. اون چیزی که قبول نمیخوان بکنن، خب قبول نمیکنن. بنابراین این چرا باید یه رسانه رو محکوم کرد به اینی که چی؟ که مردم تماشاش میکنن. اگه تماشا نکنن که شما مشکلی ندارید، اگه تماشا میکنن چرا تماشا میکنن؟ خب شما یه رسانه بهتر درست کنید با اون بیشتر تماشا کنن. رقابت که آزاده، بودجه شما که هنگفته، یعنی بودجه که جمهوری اسلامی میذاره، روسیه میذاره برای رسانه های خودش، دولتاشون، اصلا بی نظیره. هیچ جای دیگه دنیا این درصد از درآمد ملی رو یه دولت برای رسانه خرج نمیکنه. خب چرا گوش نمیکنم به رسانه خود شما؟ لابد کار خودتون یه عیبی داره. لا، و خود شما جناب بهبودی، شما شاهد هستین که چقدر پیام از داخل برای شما میاد، محتوا میاد برای رسانه های دیگه. خب این مردم فعالی هستن تو خیابون که میخوان صداشون شنیده بشه، یا نه تو خیابون، جای دیگری. خب اینا رو که به صورت مصنوعی ساخته نشده، به صورت طبیعی ساخته شده. رسانه داره وظیفه خودش انجام میده. در نهایت هم دیدیم تمام این حملاتی که میکنن اثر نذاشته روی برنامه های تلویزیونی که شما دارید، تلویزیون های دیگری دارن. ترس بزرگ جمهوری از هر رسانه ایه که مستقل از خودش باشه. خیلی تشکر میکنم. اجازه که گفتگو رو حتما با شما پی بگیریم آقای دکتر آهی، بسیار آموختی مثل همیشه. تشکر میکنم از سارا خانم ایرانی، تشکر میکنم از آقای امیر شولت که برنامه رو هدایت کرد. دکتر آهی تشکر، سپاس. قربان شما، خیلی خیلی خوشحال شدم خدمتتون بودم و سال نو تبریک از قبل. ممنونم، تو به شما تبریک میگم. ممنونم.